این چند تا ویدیوی آخر ویدیوهایی بود که از بین کامنت‌های پیشنهادی شما انتخاب کردم و برای خودم خیلی جالبه که این ویدیو ویدیویی بودش که رتبه اول این کامنت‌ها بود. ویدیوی سختیه ولی میخوام به آسان‌ترین روش ممکن توضیحش بدم تا علاوه بر مهندسا همه مخاطبای دیگه‌ای هم که یه علاقه‌ای به مهندسی دارن دوستش داشته باشن. تو که مهندسی اینو میدونی ولی برای بقیه میگم که این چیزی که توی این ویدیو میگم یکی از پرکاربردترین فرمول‌های مهندسیه. من سبام و توی این ویدیو قراره از تبدیل لاپلاس بگم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. اول یه کوچولو از این میگم که چرا اینقدر تبدیل لاپلاس یک ابزار قدرتمند ریاضیه. پس اول بهتون میگم که این تبدیل اصلا چی هست و بعد با چند تا مثال معروف نحوه استفاده اونو بررسی میکنیم. حالا چرا اینقدر این تبدیل مهمه؟ یکی از دلایل اصلیش اینه که این تبدیل برای حل معادلات دیفرانسیل بسیار مفیده و هر مهندسی میدونه که این موضوع چقدر به درد بخوره. به طور کلی حل معادلات دیفرانسیل چالش های خودشو داره. به عنوان مثال این معادله دیفرانسیل رو نگاه کنید. هدف از تبدیل لاپلاس اینه که معادلات دیفرانسیل مثل این که شامل مشتق هستن رو به نوعی به معادلات جبری تبدیل کنید. اینطوری حلشون راحت تر میشه. مثلا بعد از اینکه توی این معادله تبدیل لاپلاس رو اعمال می‌کنیم، معادله جدیدی داریم که شامل یه تابع به اسم y هستش بر حسب متغیر جدیدی به اسم s و می‌نویسیم f s برابر b y s به اضافه a s y s به اضافه s به توان 2 y s که حالا اگر جمع و جورش کنیم به این صورت در میاد. نکتش اینه که دیگه توی این معادله جدید مشتقی وجود نداره، بلکه فقط یک معادله جبری ساده داریم و توی این مورد خاص حل وای اس بسیار راحته، چون کافیه دو طرف معادله رو بر ضریبی از وای اس تقسیم کنیم. بنابراین یکی از کاربردهای قدرتمند تبدیل لاپلاس اینه که معادلات دیفرانسیل رو به عبارتهای جبری قابل حل تبدیل میکنه. این فرایند معکوس هم داره، یعنی میشه معادله جبری رو دوباره به معادله دیفرانسیلی اصلی برگردونیم که توی این ویدیو بهش نمیپردازم. اگر خواستیم بعداً یه ویدیو دیگه راجبش میگم. خب بریم سراغ تعریف تبدیل لاپلاس. برای نمایش تبدیل لاپلاس از یک نماد خاص استفاده میکنیم که شبیه ال خمیده است. این نماد ال یک تابعی از تی رو به عنوان ورودی میگیره که ما اسم این تابعه رو میذاریم اف تی. بعد از اون از طریق تبدیل لاپلاس این تابع FT رو به یه تابع دیگه تبدیل می‌کنیم و اونو با FS نشون میدیم. این تابع به جای متغیر T به متغیر جدیدی به نام S بستگی داره. به طور کلی تبدیل لاپلاس رو میشه به عنوان یک تغییر دهنده در نظر گرفت که یک تابع رو به یه تابع دیگه تبدیل می‌کنه. FT رو به FS تبدیل می‌کنه. تعریف لاپلاس برای تابع FT به این صورته: FS برابر انتگرال صفر تا بی نهایت ای به توان منفی ST FT DT. این یک انتگرال ناصره مجازی یا ایمپراپر انتگراله که از صفر شروع میشه تا بی نهایت. متغیر S در این فرمول از طریق تابع نمایی ای به صورت ای به توان منفی ST وارد محاسبه میشه و از اونجایی که این انتگرال نسبت به تی انجام میشه متغیر تی در نتیجه نهایی حذف میشه و خروجی فقط به اس وابسته است. توی این تابع نمایی همین علامت منفی در فرمول اهمیت داره، چون به همگرا بودن انتگرال کمک میکنه و باعث میشه که این یک انتگرال همگرا در بازه نامحدود بشه. بذارید اینجا تعریف انتگرال همگرا و واگرا رو هم بگم. اگر یک انتگرال به این صورت داشته باشیم و جواب این انتگرال یک عدد مشخص بشه بهش میگیم انتگرال همگرا، ولی به همچین انتگرالی میگیم واگرا، چون جواب مشخصی نداره و مقدارش بی نهایت یا تعریف نشده میشه. این تعریف رسمی تبدیل لاپلاس بود. حالا بیاییم این تبدیل رو با چند تا مثال معروف بررسی کنیم.
اولیش تبدیل لاپلاس با توابع نماییه. تابع مورد نظر افتیمونو به این صورت تعریف میکنیم. افتی برابر ای به توان ایتی. تی اینجا یک متغیر بزرگتر مساوی صفره و آ یک عدد ثابته. حالا میخواییم تبدیل لاپلاسش رو پیدا کنیم. طبق تعریفی که داشتیم تبدیل لاپلاسش برابر میشه با اف اس برابر انتگرال صفر تا بی نهایت ای به توان منفی اس تی اف تی دی تی. حالا به جای اف تیمون ما میذاریم ای به توان ای تی. پس اینجا این عبارت رو داریم. حالا میتونیم این دوتا رو یکی کنیم و بنویسیم انتگرال صفر تا بی نهایت ای به توان تی ضرب در ای منهای اس ضرب در دی تی. و انتگرال این عبارت رو به صورت استاندارد اینطوری حلش میکنی. وقتی انتگرال نامتناهی داریم، اولین چیزی که باید بررسی کنیم ببینیم که مقدارش همگراست یا نه. قبلش بذارین یه یادآوری کوچیک در مورد انتگرال ای داشته باشیم. انتگرال ای به توان kx دی x برابر میشه با ای به توان kx به روی k به اضافه c. c یه عدد ثابته اینجا. پس برای انتگرال مورد نظرمون هم میتونیم اینطوری بنویسیم که برابر میشه با ای به توان a منهای s t به روی a منهای s. حالا باید حدش رو از صفر تا بی نهایت حساب کنیم. دو حالت پیش میاد. یه حالت این که a منهای s ما منفی باشه که در این صورت s مون بزرگتر از a مون میشه. و میتونیم بگیم که برای کران بالا یعنی تی به سمت بی نهایت تابع ای به توان ای منهای اس تی به سمت صفر میره. و برای کران پایینمون یعنی تی برابر صفر هم ای به توان صفر برابر یک میشه. پس یه همچین عبارتی رو داریم. صفر به روی ای منهای اس منهای یک به روی ای منهای اس برابر یک به روی اس منهای ای. توی حالت بعدی هم میگیم که آ بزرگتر مساوی اس باشه. که در این حالت اگر آ برابر اس باشه که آ منهای اس مخرج صفر میشه و یک عبارت تعریف نشده میشه. و اگر آمون بزرگتر از اس باشه توان تابع نمایی ما مثبت میشه. و در این صورت اگر تی به سمت بی نهایت بره تابعی شروع به رشد کردن میکنه و مقدارش بی نهایت میشه. پس میتونیم بگیم که در حالتی که آ بزرگتر مساوی اس باشه انتگرال واگرا میشه. چون جواب مشخصی نداره. توی این مثال تبدیل لاپلاس رو برای این تابع نمایی محاسبه کردیم و متوجه شدیم که جواب تبدیل به مقدار S نسبت به ثابت A بستگی داره و در بعضی از شرایط مقدارش همگراست و در برخی دیگه واگرا میشه. حالا بذارین یه کوچولو در مورد کاربردش بهتون بگم. تابع نمایی به عنوان یک مدل برای تضعیف رشد و نوسان‌ها در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی ظاهر میشه و تبدیل لاپلاس باعث میشه که این سیستم‌ها به جای معادلات دیفرانسیلی پیچیده به معادلات جبری ساده‌تر تبدیل بشن. توی مثال بعد میخوام یه تابع جدید رو بهتون معرفی کنم که شاید بعضیاتون اسمش رو شنیده باشی. بهش میگن تابع پله‌ای، استپ فانکشن یا تابع هیویساید. این تابع به این صورت تعریف میشه. U T برابر صفر اگر تیمون منفی باشه، برابر یک اگر تیمون بزرگتر مساوی صفر باشه. مثالی که میخوایم بررسی کنیم تبدیل لاپلاس برای تابع U با متغیر T منهای A. این تابع به این شکل رفتار میکنه. اگر A‌مون بزرگتر از T باشه، مقدار تابع صفر میشه و برای A‌ای کوچکتر مساوی T مقدار تابع یکه. تابع مفیدیه چون اگر بخوایم یک تابع در یک نقطه خاص ناپیوسته باشه میتونیم اونو در U تی منهای A ضرب کنیم که این ناپیوستگی ایجاد بشه. حالا میخوایم تبدیل لاپلاس این تابع رو محاسبه کنیم. طبق تعریف تبدیل لاپلاس به صورت انتگراله، اما اینجا دیگه انتگرال از صفر تا بی نهایت نیست چون این تابع مقدارش برای تمام مقدارهای قبل از a برابر t صفر میشه. پس لازم نیستش که انتگرال تابعمون رو از صفر تا بی نهایت بگیریم. چون یه قسمت از تابع از صفر تا a هیچ تأثیری نداره و تابع ما در این بازه صفر میشه. بنابراین شروع انتگرالمون رو از a میگیریم و تا بی نهایت ادامه میدیم. پس اینجا داریم f s برابر انتگرال a تا بی نهایت e به توان منفی s t d t. دوباره میریم به همون روش استاندارد خودمون.
میخوایم مقدار انتگرال رو تو بی نهایت حساب کنیم. به این نکته توجه کنیم که عبارت نمایی ای به توان منفی استی یک نمای منفیه. یعنی وقتی که تی به سمت بی نهایت میل میکنه مقدارش به صفر نزدیک میشه. پس موقع جایگذاری بی نهایت مقدار این جمله صفر میشه. مرحله دوم جایگذاری حد پایینه. وقتی به جای تی ای رو میذاریم اینو داریم. ای به توان منفی ای اس به روی منفی اس. طبق فرمول انتگرال معین مقدار نهاییش میشه حد بالا منهای حد پایین. پس اینجا صفر منهای منفی ای به توان منفی اس ای به روی منفی اس رو داریم و در نهایت به این جواب میرسیم. تابع پله‌ای که در موردش حرف زدیم یه مدلیه برای روشن و خاموش شدن، ضربه های ناگهانی و تغییرات لحظه‌ای در سیستم ها. تبدیل لاپلاس باعث میشه تحلیل این سیستم ها ساده تر و دقیق تر بشه. حالا میریم سراغ سومین مثالمون، ولی قبلش اجازه بدین شما رو با تابع گاما آشنا کنم. تابع گاما یه تابع خاصه که به شدت با تبدیل لاپلاس ارتباط داره و در زمینه‌های مختلف ریاضی به ویژه در تحلیل مختلط و نظریه احتمال نقش مهمی داره. فرمول این تابع به این صورته. تابع به صورت یک انتگرال نامعین از صفر تا بی نهایته که اینجا ای به توان منفی تی یک تابع کاهش نماییه. همونطوری که میبینین تابع گاما شباهت زیادی به تبدیل لاپلاس داره. هر دوتاشون انتگرالاشون از صفر تا بی نهایته، هر دوشون تابع نمایی کاهشی دارن و تنها تفاوتی که اینجا دیده میشه وجود تی به توان ایکس منهای یکه. گاما یه ویژگی ساده مثل اینو داره که گامای یک برابر یک میشه. وقتی تابع گاما رو برای یک عدد صحیح مثل n به اضافه 1 محاسبه می‌کنیم نتیجه‌اش این میشه گامای n به اضافه 1 برابر انتگرال صفر تا بی نهایت e به توان منفی t ضرب در t به توان n dt که برابر میشه با n تابع گامای n. اجازه بدید من دیگه مراحل انتگرال گیریشو نگم. پس قبول دارین که میتونیم گامای n رو هم بنویسیم برابر n منهای 1 ضرب در تابع گاما برای n منهای 1 و اگر این روند رو برای توابع گاما ادامه بدیم فکر میکنیم به چی میرسیم؟ درسته، به n فاکتوریل میرسیم. پس تابع گامای n به اضافه 1 برابر n فاکتوریل. این ویژگی کلیدی تابع گاماست و رابطه‌ش رو با فاکتوریل یک عدد صحیح مثبت نشون میده. حالا برای مثال سوممون قرار نیستش که تبدیل لاپلاس رو برای تابع گاما بگیریم، بلکه می‌خوایم تبدیل لاپلاس تابع تی به توان n رو محاسبه کنیم و در طی این فرایند از تابع گاما استفاده کنیم. در واقع این عبارتیه که ما می‌خوایم ازش تبدیل لاپلاس رو بگیریم. f s برابر انتگرال صرف تا بی نهایت ای به توان منفی اس تی ضرب در تی به توان ان دی تی. حالا اگر دقت کنین میتونیم این عبارت رو ساده تر کنیم تا شبیه تابع گاما بشه. برای این کار کافیه یه متغیر به اسم یو برابر اس تی رو تعریف کنیم و در نهایت این عبارت به دست میاد. اف اس برابر یک به روی اس به توان ان به اضافه 1 انتگرال صفر تا بی نهایت ای به توان منفی یو ضرب در یو به توان ان دی یو. حالا اگر دقت کنین این انتگرال رو میتونیم به صورت تابع گاما بنویسیم، یعنی مینویسیم 1 به روی اس به توان ان به اضافه 1 ضرب در گامای ان به اضافه 1 و از اونجایی که قبلا دیدیم گامای n به اضافه 1 برابر n فاکتوریل میشه، نتیجه نهایی تبدیل لاپلاس تابع تی n به این صورت در میاد. n فاکتوریل به روی s به توان n به اضافه 1 و تمام. بتون که تابع گاما یکی از ابزارهای مهم در فیزیک و مهندسیه که با تبدیل لاپلاس میشه اونو در تحلیل سیستم‌های دینامیکی، معادلات دیفرانسیل، نظریه احتمال و مکانیک آماری به کار برد.
امیدوارم که ویدیوی مفیدی براتون باشه. همه تلاش هم کردم که تبدیل لاپلاس رو بتونم خیلی خلاصه و ساده توضیح بدم. ولی اگر جایی براتون مبهمه حتما توی قسمت کامنت ها به هم بگین. در ضمن یادتون نره که با لایک کردن باعث دیده شدن این ویدیو میشین.